همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونا. امروز قرار خودم تنها حرف بزنم. اسم این اپیزود هستش Between Love and Hate و این اپیزود در مورد رابطه هستن. اگر قسمت اولش رو نشنیدین برگردین به اپیزود 35. من تو خودم اون اپیزود خیلی وقت گوش ندادم و اصلا ممکنه نصف حرفی که میزنم تکراری باشه یا زد نقیز باشه با اون اپیزود، یعنی خلاصه گوشم نکردی چیز مهمی از دست ندادی. مثل همیشه که دوستای منو دنبال کنید توی دنیای مجازی آنلاین و این ور و ور، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی اینستاگرام، توییتر، کلاب هاوس، فلان، هر جایی که باشه یه کینگرام بزنید منو بتونید پیدا میکنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به پروژه GoFundMe بکنید برای موزیک یا پادکست، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید و هر کمکی واقعا خیلی خیلی ممنون میشم برای هر چیزی. حتی اگرم نتونیدم کاملا درک میکنم. پادکست رو فقط شیر کنید و با دوستاتون در میون بذارید که همینجور این خانواده بزرگتر بشه، بیشترین حالی که هم میتونید بدید. ولی برای اینکه این تو این پادکست خیلی زحمت کشیدم تو این یه ساله که اینو بتونم زندش نگه دارم بدون اینکه خلوچلشم، تو فکر اینم که یا اینو یه پروژه مثل سام هریس اینو ماهانه سابسکرپشن بکنم. ماهی هم داده $1-2 چیز خیلی مسخره کم، و ولی برای اونایی که نمیتونن این پولو بدن، به خصوص اونایی که تو ایران هستن، حتی برای ایرانم راهبردهای مختلفی میذارم اگه خواستن کمک کنم، ولی میگم اجباری نیست. یعنی کاری که میکنم اینه که میتونم به من ایمیل بزنم مستقیم و بگم آقا ما نمیتونیم پول بدیم ماهانه به هر دلیلی، دلیلش هم اینه، و بعدا اون آدم و اون ایمیل رو اضافه میکنم به لیست سابسکرایبر ها که بتونه پادکست ها رو ببینه. و حتی اگه اینا رو هم نخواستی بکنه، این پادکست ها رو مثلا یه سری هاشو همجوری مجانی همچنان میذارم بالا تو کست باکس. این یعنی یه فکری بود که تو ذهنم داشته باشم، شاید یه رای گیری بکنم بین بچه‌ای که گوش میکنن این پادکست رو، یا اینکه هر اپیزود به یه بودجه برسه. اصلا من اونو خودم دوست ندارم، اون کانسپت. من کانسپت تو اون هی بود هر اپیزود وایسم ببینم چی شد چی نه، اون آقا اصلا اونو همین الان بابیرون بندازیم. خودم فکرم چیزو بی خیال شدم، اون واقعا آدمی نیستم که بتونم صبر کنم برای یه همچین چیزی. همین حالت سابسکرپشن توری یا تو پیتریون یا تو سایت های دیگه یه پروگرامی را میندازم. میدونی واقعا 200,000 نفر من سابسکرایبر دارم تو این پادکست حداقل، و اینکه یه تعداد کمیشون هم بتونن این کمک ماهانه رو بکنن، همه میتونن لذت ببرن دیگه. منم زیر فشار نخواهم بود همش غور بزنم از لحاظ چیزای مالی. در هر صورت واقعا دمتون گرم که تا اینجا سپورت کردین و کنار من بودین. این پادکست برای خودش واقعا یه ژورنال خیلی عجیب غریبی شده که تمام بالا پایینای خودمون دارم توش همینجوری زب میکنم و نمیدونم آخرش یه قرار چه اتفاقی بیفته، اصلا مهم هست یا مهم نیست. من برای خودم بیشتر از همه راستش این کار رو ادامه میدم که به خاطر اینکه یه نوع تراپیه برام. وقتی میام میکروفون رو روشن میکنم، بلند بلند صحبت میکنم، یه جوریه که اتفاقا هر چقدر ناراحت باشم یا خوشحال، وقتی میام فک میزنم پشت میکروفون یه آرامشی به هم میده که یه ذره دیگه این افکار فقط توی مغز من گیر نکردن و میتونم با یه دقیقه خودم رو خالی کنم و توی این پروسه تخلیه به یه آرامش بیشتری برسم. در هر صورت بریم سر اصل داستان و
سر اسم این هم همیشه فکر کردم که between love and hate یعنی بین عشق و تنفر. تنفر چون خیلی باره سنگین و منفی داره، ولی این بالاخره این اسم توی خیلی موزیکا هم استفاده شده، تو شعر و اینا. و واقعا مرز بین عشق و تنفر، حالا میگم کاش که بیت کلمه بهتری بود، ولی بین این مرز بین عشق و تنفر واقعا خیلی کوچیکه، خیلی محفه، یه خط خیلی باریکه. و این فقط بحث من توی بحث روابط عاشقانه و این چیزام نیستش، یعنی تو همه جور روابط بین مادر پدر و فرزندان و دوستان و همه چیز، یعنی انقدر سری ما میتونیم این سویچ رو خاموش و روشن کنیم که حتی خودمون هم بعضی وقت باورمون نمیشه که یه روز صبح میشیم و بهترین دوستمون یا اونی که عاشقشیم دیگه نیستش توی زندگیمون و همه چیز تموم شده. برمونم فکر میکنم که آدم باید به دو طرف این داستان آگاه باشه، همونجوری که توی هممون یه پارت خوب و بد هست و هر کی فکر میکنه نیستش دچار توهم خیلی بزرگیه. یه اتفاق خنده‌داری که افتاد چند وقت پیش این بود که خیلی منو به فکر انداخت. یه دختری برای من یه وایس گذاشت تو تلگرام. راستی بود درزم یه پروژه دیگه هم برای تلگرام هم بکنم، یه جور دیگه بشه مردم برام وایس بدن. نمیدونم چون اونجا انقدر زیاد شده سعی میکنم هر از گاهی برام گوش کنم، ولی مثلا ایدئال ترین حالت من این بود که هر کی یه بار وایس میذاشت بعد دیگه نمیتونست وایس بذاره، چون وقتی که یکی یه بار میذاره دیگه ماشاءالله دیگه شیلنگ واز میشه و دیگه تا ابد برای من وایس میذاره همینجوری. چون دوست دارم، یعنی اینم بحثی نیست که نخوام احترام بذارم به اهمیت بدم به مشکلات شما، ولی دوست دارم بتونم به هر کی یه بار جواب بدم. یعنی این ایدئال من اینه و اگه دارید اینو گوش میکنید و یه بار جوابتون رو دادم خودتون اون به احترام بقیه بچه‌ها دیگه میگم، مگه اینکه مسئله خیلی حاد یا هر چیزی باشه و نیاز به توجه داره، ولی واقعا میدونم از روی محبت و عشق و لطف خودتونه، ولی میگم این یه ذره سخت میشه. در هر صورت توی تلگرام یه وایس یه دختری برام گذاشت و چند دقیقه داشت حرف میزد از اینکه یک اتفاق خیلی وحشتناکی براش افتاد و اصلا داشت میلرزید، که صداش کاملا داشت میلرزید موقعی صحبت کردن و من همش نگران بودم که الان این میخواد چی بگه، چون انقدر وایسای وحشتناکی شنیدم که باورتون نمیشه. یعنی اصلا اتفاقایی که افتاده برای آدما، آدم اصلا کف میکنه و واقعا بیشترش هم یعنی وقتی که شوک میشی واقعا یعنی خیلیش یعنی ناراحت کننده، خیلیش هم نیستن اصلا عجیب غریبن و حالا هرچی، ولی خلاصه داشتم خودم رو آماده میکردم، این هیداش میگفت و وای این داره نمیدونم چیکار کنم با خودم رام و اصلا دارم میلرزم و اصلا انقدر حالم خرابه و الان نمیدونم دیگه فردا کی میرسه و چی و هی اصلا یعنی یک درامای عجیب و غریبی از این وایس یعنی درست کرد که من الان گفتم خدای من آخر این وایس قرار چه چیزه، تصویر وحشت تو تخیلات خودم داشتم هی یک یکی سناریوهای مختلف و هی پلی میکردم که الان این داستان تجاوز آدم کشته یا نمیدونم چی شده یا این دختر خانم این چه اتفاق بدی براش افتاده که انقدر توی من. آخرم به وایس که رسید گفتش رام من تصادفی، حالا اینم جلو بینه که تصادفی چجوری، موبایل پدرم رو دیدم و دیدم به یه خانم دیگه دیک پیک فرستاده، عکس از دولش فرستاده برای اون. منو بگو، یعنی اصلا یعنی تنها چیزی که فکر نمی کردم اتفاق افتاده باشه اینه. و انقدر این بنده خدا انقدر حالش خراب بوده، اگر هم داری گوش میکنی الان خودش هم الان با برای چند تا وایس گذاشتم اینا، حالا توضیح میدم که چیا بهش گفتم اینا. خیلی بامزه بود برای من این حس وحشتی کرده بود، چون شروع کرد تعریف کردن اون حس سنتی و کلاسیک خانواده که در چه چارچوبی تعریف میشه و دیگه خانواده ما نابود شده. وقتی که پدر من به یک زنندگی همچین عکسی فرستاده یعنی دیگه اصلا وای مامانم چقدر گناه داره و این اصلا خانواده ما متلاشی شد، دیگه چجوری تو چشه هم دیگه نگاه کنیم، اصلا الان میخوام برم به مامانم همین رو لو بدم برم بگم فلان اینا. من مثلا اینجوری بودم که خب ببین اتفاق خیلی عجیبی نیفتاده ها. من قبلا تو این پادکست هم گفتم 90% این رقم از تو کنم دارم میگم، وجود نداره این رقم همجوری، ولی چون بتونم با خیال راحت بگم یه درصد خیلی گنده ای از شما که دارین پادکست گوش میکنید یا تا حالا چیت کردین یا روتون چیت شده یا مادر پدراتون دارن
چیت میکنن رو هم دیگه. میدونید واقعا توی اون روزی توی گروه کلاب هاست در مورد ریلیشنشپ بودیم و اینا و یکی داشت میگفت بابا حسین و علی و حسین و مامانا چون هم اونام همه دادن که میدونی یعنی که اینا به وجود بیان. یه جوری بعضی وقتا سیکس برای کس برای آدم ها انقدر عجیب و غریبی به نظر میاد و یه دید خیلی ترسناکی بهش نگاه میکنن که فکر میکنن که همه مثل چی مریم مقدس همینجوری به وجود میان و اینا. در هر صورت من سعی کردم به این دختر به این دوست عزیز توضیح بدم که بابا این آدم اولا این من میگم توجیه نمیکنم که کارش درسته از لحاظ اخلاقی، اون جایگاه من نیست که من بحثش رو بکنم یا قضاوت کنم، میتونم نظرات شخصی خیلی غیر حرفه‌ای خودم بدم در مورد اون موضوع، ولی اصلا جای من نیست که قضاوت کنم و حتی به نظر منم جای دخترش هم نیست که بخواد اینو بره الان به مامانش در مورد چیزو صحبت بکنه بگه. اون یه چیزی که به پدرش ربط داره. اول که تو چرا برداشتی رفتی موبایل پدرتو برداشتی؟ خود اون یه کار خوب غیر اخلاقی بوده، رفتی فضولی کردی دیگه در مرحله اول. واقعیتش تصادفی که نمیاد موبایل بابا دستت. و این پدیده ای که آقا سکس چیز وحشتناک خیلی بد جوره که باید یه از ذهنیتمون این خالی بشه و به خصوص تو این فرهنگ های یه ذره محافظه کارتر و سنتی تر. میدونی بعضی ها اون روزی توی کلاب هاست توی چنلی بودم، همون که داشتم ریلیشنشپ حرف میزدم آقا میری اومد اونجا چه این حرف هایی زدن نظر دادن در مورد این داستان. منم برگشتم بهش گفتم بابا این حرفی که داری میزنی خیلی چرت و پرته، اصلا این کلاب هاست و این دست آدم های خیلی عجیب و غریبی که میان اونجا آدم میبینتشون واقعا اصلا یه چیز سورئالیه برای خودش آدم مواجه میشه با اینا. میدونی یه تصوری هستش که ما آمادگی نداریم توی ایران که مثلا این اتفاق بیفته یا اینجور فرهنگ سازی یا اینجور آموزش ها پیش بیاد. خب کی آدم باید شروع کنه این طرز فکر احمقانه مرد سالاری سنتی باید تا کی مثلا غالب باشه؟ و میدونی آدم هایی که دقیقا اینجوری بحث میکنن و این دیده خیلی محافظه کارانه دارن نسبت به بحث سکس و رابطه همونه هم که میگن الان اگه ما حجاب رو ورداریم و صبح و شب همش تجاوز میشه تو خیابونا و فلانا. با زمان شاهش هم مثلا خب آدم ها مثلا میرفتن توی محله مذهبی یا توی مسجد یا مغر چی میگن مظهر امام رضا میگن اینقدر این رو بلد نیستم این چیزها رو همین حرم هم میخوام بگم وای خدای من هزار تا چیز گفتم و غلط گفتم و همین حرم امام رضا و مثلا فلان میرم مثلا قدیما مثلا یارو یه روسری یا یه چادر چیزی سرش میکرد اینجوری هم با نیت بی احترامی که نداشته. آدم هم بودن که بی حجاب بودن و سرشون تو کار خودشون بود و نمیدونم شهر نو هم بود و کاواره بود و کلاب بود و همه چیز هم بود. بازم میگم الان هستی میگم وای روم دوران تصویر رو نکش که مثلا دوران قبل خیلی بهتره بعد. من مقایسه نمیکنم، دارم فقط توضیح میدم که قبلا یعنی داشتیم یه شرایطی که تونستیم که دارو هم زندگی کنیم هم با عقاید مذهبی و سنتی و هم با عقاید مدرن تر و اینا. انقدر فک میزنم هی از یه تاپیک به یه تاپیک میپرم مغزم واقعا میگوزه بعضی وقت. واقعا ما بنویسم چیزی که میخوام بگم ولی این بحثی که برمیگردم الان به دختره اون دیک پیکی که باباش ورسه و میخواد همه بگن که توی کلاب هاوس که این طرف مدین حرف زد و این عقیده ای که میدین یه سری چیز هستش در مورد رابطه و سکس آدم میان با یه قاطعیتی حرف میزنن. یا یکی دیگه بود یه خانم محجبه ای که سکس تراپیست بود و اینو با کمال احترام میگم، اصلا بحثی نیست که بگم این آدم حق نداره و یا نمیدونه چیزی فلان اینا هستش اینا. و اگر الان دوستی هستش که محجبه است یا سکس و سکس تراپیست یا در مورد این خیلی تحقیق داره و راحت در مورد این بحث بر من وایس، بر من خیلی جالبه چون من خود طرز فکر من در مورد آدمای مذهبی اینه که خب خیلی در مورد سکشوال ریلیشنشپ و این چیزا مطمئنم دیده من نظر من خیلی غلطه، خیلی شاید باز نیستن یا خیلی سخت در مورد اورگازم حرف بزنن پوزیشن ها رابطه های مختلف یا و برام جواب این خانم معجبه خیلی حرفای خیلی جالبی میزد، یعنی خیلی حرفای روشن فکری و خیلی مدرن اتفاقا میزد در مورد سکس و برام ولی برام یه سوالم بود که مثلا می‌دیدیم ماهایی که زندگی چی میگن
مؤدبانش چیه بخوام بگم. ما که خیلی شیطنت زیاد میکنیم و خیلی کامفورتبلیم با این سکشوال اکسپلوریشن خودمون، فکر میکنم خیلی اتفاق میتونیم خیلی وقتا بهتر از خیلی از آدم های دیگه نظر بدیم در مورد این بحثا، به خاطر اینکه یه سری چیزا هستش که تو میتونی تو کتاب یاد بگیری. آقا این دو به علاوه دو میشه چهار، این منطق و این ریاضیش و این فیزیک این شیمی فلان، ولی یه سری چیزا داینامیک. من بر همین مثلا همیشه هم در مورد human sciences یعنی social sciences، نه همش ولی مثلا به خصوص حتی روانشناسی، همیشه یه سری جاش یه ذره من برام همیشه سخت قبول کردن یه سری تئوری ها اینا، به خاطر اینکه واقعا یک سری اما که تئوری ها همیشه دارن چالش میشن تو اون فیلد و درسته چه من همینه مثل بقیه علمای مختلف، ولی یه سری چیزایی هم هستش که احساس میکنم که اگر تجربهش رو شخصا داشته باشی به همراه علمش و اون آموزش آکادمیکش خیلی بهتر میتونی به نظرم بقیه هم کمک بکنی و اطلاع رسانه بکنی. به این منظور نیست که نتونی بکنی یا همین، ولی بحث من اینه که تو اگه آدمی باشی که یه عالمه مثلا پارتنر داشتی خیلی راحت‌تر میتونی توضیح بدی در مورد، تا اینکه مثلا تمام زندگیت با یه پارتنر بودی. نمیدونم، شاید هم حرفم غلط باشه، شما نظراتتون بهم بگین. من که دیگه واقعا توخم نیستش که واقعا انقدر هر تو هر دو تا حرف یه باری که گیر میدم این حرف درست نیست یا اون نیست، واقعا برای مهم نیستش که کسی بخواد بهم بپره یا نه. من دارم خیلی اینجا بدون فیلتر حرفامو میزنم که فقط یه یاد داشتی باشه. خلاصه این طرف، حالا شما اگر جای این آدم بودین شما چی کار میکنین؟ میگفتی این کار درست اینه که بره به مامانش بگه که آقا بابا داره رو تو چیت میکنه، یا نه بگه آقا زندگیشو میکنم؟ چون میگفتش از اونور میگفت ما روابط خانوادهمون خیلی سالمه که مام بابا هم نیا دوست دارن، همه میگیم و میخندیم، سر میز شما میشینیم دور هم، نمیدونم پول و این چیزا همه چی اوکیه، نگرانی نداریم از لحاظ مادیات. خب این میدونی نه بابای کتک میزنه، نه مامانه نمیدونم فلان میکنه، نه چی چی و نه یعنی خیلی داینامیک رابطه های عاطفی به نظر میاد که سالم و اوکی باشه تا حالا حداقل اطلاعات ساعتی. حالا شاید عمیق‌تر یه چیزایی واقعا مشکل باشه برای همه توی اینجور رابطه ها، توی اینجور خانواده ها، ولی برای منم سوال بود. یعنی من خودم نظر اولیم این بود که آقا واقعا جایگاه تو نیستش که بخوای بری به مامانت بگی که داره همچین اتفاقی افتاده، اون به خود پدر ربط داره، اونم یه آدم دیگه، یه انسان دیگه، یه نیازهایی داره. و میگم دیگه مسئله بزرگ اینه که ما بتونیم این سکس رو از احساسات جدا کنیم. که من میگم اولین بارم یه دختری من گفتش که من میتونم عاشق یه نفر باشم ولی با هزار نفر بخوابم، و این خیلی اصلا یهو اصلا برای من یه تعاملی بود توی جوانیم که اصلا او شیت راست میگه واقعا، اصلا این چه ایده گیریه که آقا باید این باید هاست که ما تبش کنیم توی زندگیمون، باید فقط من با یه نفر بمونم، باید به هر شکلی شده این رابطه رو نجات بدم، و باید به مثلا واقعا یه سری الان مثلا تو آمریکا هم یه سری متفکرای معروفی هستن که این یارو جوردن پیترسن، خیلی از یارو اصلا خوشم نمیاد، میدونم یه سری مرد هستن که خیلی باهاش حال میکنن از این به نظرم، ولی خیلی شعر اوورای یه ذره میدونی نیمچه مسیحی آلترایت توری هی و چیزا کلیشه که آقا تو اتاق تمیز نگه داری و مثلا مرتب باشی و همه چی دیسیپلین باشی زندگی خوبه. خب آره این چیزای ساده اینجوریش خب واقعا درسته، خب طبیعتاً برای خیلی ها کار میکنه این موضوع، ولی اون مثلا اعتقاد داره که حتی با طلاق سخت‌تر کنن که مردم به زور سعی کنن با همدیگه بمونن. وا این توی قرن 21 توی یه بمانی متفکر آمریکایی که پرفروش ترین کتاب سالو داشته طرف میاد همچین زری میزنه، خیلی رو مخم میره واقعا. که به زور این میدونی این به زور سعی کردن نجات دادن و این میدونی به خصوص من فکر میکنم توی همه فرهنگا، شاید توی سری فرهنگا کمتر سری بیشتر، یه حالت قهرمانانه یا همین شهید پروری طوری هستش، به خصوص فرهنگ ما که خیلی هستش این خود از خود باید بزنم برای یه چیز خفن و بزرگتر رو شهید کنم خودم در راه خدا و از این چرت و پرتا. ولی به نظر من خیلی عداه همش، میدونی فقط وقتی که به نفعت باشه از این حرفا میزنی، ولی در واقعیت و در عمل کاملا یه جور دیگه برخورد میکنی.
من نمیدونم واقعا رابطه سالم برای من یکی از بزرگترین سوالاست که اصلا این رابطه سالم چیه و تا چه مدت میتونه بمونه، به خصوص با داینامیک دنیای مدرن و سوشال میدیا و مادیات و مصرف گرایی و همه اتفاقی که برای ما میفته. ادوام با یکی از اپیزودام میخوام با یه دوستام در مورد یه تازگی بچه دار شده، میخوام با اون در مورد بچه داری صحبت کنم، چون خیلی کمتر از زاویه مرد و خیلی وقتا فکر میکنم میشنویم داستان این بچه داری و چه حسی داره، چون من خودم خیلی برام سواله. من از اولین پادکست اگه گوش داده باشید ببخشید، خیلی حرف از این میزنم که آقا من عاشق اینم که بچه دار شم، یه روزو بچه خیلی دوست دارم و خلاصه بالاخره تونستم یه همچین تجربه بکنم که الان میخوام وارد اون بحث بشم. بعد قبل از اینکه بخوام بریم تو بحث بعدی، این برام بفرستی نظر تو که اون آدمی که تو موبایل باباش اینو پیدا کردی، این عکسی که به یه زن دیگه فرستاده، چیکار کنه؟ چیزی نه بگه با بره با یه کار دیگه که میتونه بکنه، بره با باباش مستقیم در موردش صحبت کنه. بابا من میدونم تو نیازهای خودت داری و خودت ربط داره، مثلا اگه میشه لطفا مثلا تو خونه دیگه این کارو نکن، یا چه میدونم. اونم من به نظرم سخته، یعنی آدم بخواد به خاطر اون ارزش‌های شخصی خودش بره زندگی نفر دیگه. درسته که پدر، درسته مادر، ولی داری میری رسما داری زندگی یه آدم دیگه رو میخوای نابود بکنی با صحبت کردن در مورد این چیزا و در میون گذاشتنشون. به نظرم چون به تو که ضربه‌ای وارد نشده، میگن اگه به تو واقعا یه کسی خشونت جنسی به تو بکنه یا یه ضربه به تو بزنه، معلومه که باید بری در موردش حرف بزنی. اصلا مهمترین کاری اینه که بری در موردش صحبت بکنی اگه کسی بداره به تو آزار یا زیانی به خصوص آزار جنسی میرسونه، اصلا شکی نیستش. ولی یکی دیگه داره زندگی خودش یه تصمیم میگیره و تو اون تصمیمش هم اونا دوتا آدم بزرگ و ادالت کانسنتینگ هن که با رضایت خودشون اون رابطه رو دارن ادامه میدن. ها درسته که پشت صحنه اون رابطه زن و شوهری داره اتفاق میفته، ولی ایدالترش این بود که خب همه با هم در ارتباط بودن و کامیونیکیت میکردن اینو. ولی خب ما توی شرایط ایدالی زندگی نمی کنیم و این خب خیلی منو به فکر انداخت، این ترکیب این رابطه سالم چیه و اصلا بچه داری و نمیدونم تمام داستانی که در مورد این قبیله هایی که میخوندم که آقا چند تا همسر و فلان اینا. من خودتون میدونید آدمی ام که رابطه زیاد داشتم، خیلی وقتام بعد جور اصلا از خود بی خود طوری عاشق بودم، خیلی وقتا رابطه های خیلی فقط در حد خیلی سکشوال بودن، همش هم به نوع خودش باحال بوده، فان بوده، قلبم شکسته هزار بار، نمیدونم کلی بالا پایین داشته بالاخره، از لحاظ هم فیزیکی از لحاظ عاطفی. و تو این پروسه تجربه های مختلف و خب آدمی که بزرگتر هم سنش میره بالاتر، کم کم متوجه میشه چی دوست داری چی دوست نداری و برای تو چه چیزایی ارزش داره که بخوای بهش بیشتر توجه بکنی. من این سفر، من اومدم اروپا و اصلا سفری قرار بود که مثلا 8 روزه باشه، الان حالا قراره چند ماه باشه. اصلا خودم میگم زندگیم دقیقا مثل بقیه همیشه اتفاقای زندگیم دیگه. قرار بود بیام فقط یه دونه برنامه تلویزیونی اجرا کنم و بعدش برم، ولی دیگه موندم و یه دوستی رو قرار شد ببینم و توی این هیری بیری کرونا نشد. بعد قرار بود یه دوست دیگه قدیمیمو ببینم، بعد رفتم یه جای دیگه، بعد یهو دقیقه 90 یه دختر دیگه بهم مسیج زد آقا پاشو بیا پیش ما. و خیلی جالبه تو این سفر مثلا خونه چند نفر بودم، مثلا با یکی بودم که تو ذهنم یه چیز بود ولی وقتی رفتیم اونجا فقط مثلا یه حالت خیلی عاشقونه‌ای داشتیم، ولی همش بغل هم بودیم ولی اصلا سکس نداشتیم و خیلی هم با هم راحت بودیم و خیلی احساس امنیت و خیلی احساس آرامش می‌کردیم. یه جا دیگه رفتم با یکی خوابیدم، اونم خیلی اوکی بود، فقط در حد یه چیز چه میدونم فانه مثلا یه شب بود. من یکی دوستام خیلی تصادفی، یعنی دوستی که ندیده بودمش تا حالا، به من زنگ زد گفتش که میتونی بیا پیش منم ببینی، چون من دنبال جایی بودم که بتونم برم. یه ذره مشکل این قرنطینه بود، ترسیده بودم که خیلی گیر قراره باشه و
رفتم به این شهر این دوستم، یه جایی هم که تا عمرم نرفته بودم و هیچ توقعی نداشتم، واقعا نه توقعی نداشتم که با این آدم ارتباطی داشته باشم، یعنی رابطه شروع کنم یا اصلا، یعنی هیچی، ذهنم یعنی پوچ پوچ خالی خالی بود، یعنی با این نیت که فقط من برم یه جا تاپال شم برای مدتی و یه ذره برنامه ریزی کنم که قدم های بعدی سفرم چی خواهد بود. خلاصه این دوستم توی ایستگاه قطار اومد دنبالم و داشتیم که با هم پیاده برمیگشتیم سمت خونش، گفت راستی من یه چیزی هست که میخوام بهت بگم. گفتم خب بگو. چون میدونستم که یه دختر داره و گفت تو هیچ کاری که مثلا بیه با من و دخترم بمونه که خواستی، جمعه مشکلی نیست، من بچه‌م خیلی دوست دارم و خیلی اوکی. همین تو مسیر خونه داشتیم پیاده روی میکردیم که برسیم، برگشت گفتش که من در ضمن من شوهرم همچنان تو خونه هستش و اونم با ما، یعنی گفت ولی شوهرم نیستش دیگه با هم، یعنی دیگه ما اکسمه در است ولی هنوز با ما زندگی میکنیم به خاطر شرایط کرونا سخت بوده و فشار بوده و اینا. من اینجور بودم که خب کاشکی اینو مثلا میگفتی، میدونی الان من دارم میخونه خونه یه آدم جدیدی که نمیدونستم که یه داینامیک الان عجیب غریبی ایجاد نشه که تو داری یه مردی رو میری خونت و من نمیدونم تو ذهن اونم من نمیدونستم که چی داره میگذره، یعنی اصلا از من خوشش میاد بعدش میاد، اصلا چون میگم تا حالا هم دیگه ندیده بودیم، خیلی ما هم دیگه ارتباط اونقدر واقعا نداشتیم اصلا و یه ذره چیز شدم، یه ذره شوکه شدم، دیگه انقدر خسته بودم دیگه جایم نداشتم برم، اینا گفتم خب دیگه بریم که این قراره چه اتفاقی بیفته. خلاصه شوهرش هم دیدم، بچه‌شو، خودشو و همه انقدر کول و باحال، یعنی خیلی سریع ما هم با هم دیگه صمیمی شدیم تو این خونه و من این دوستم یهو خیلی با هم خیلی انرژی همون خیلی مد شد و یهو با هم هوکاپ کردیم و واردی رابطه فیزیکی شدیم و اصلا خیلی جالب شد یهو همه چی داینامیک، اصلا این رابطه توی خونه انگار یه آدمی بود با دو تا شوهر، یکیش که این من میخوابید تو سالونی که تو اتاق خواب باهاش میخوابید، یعنی نه چون بچهشون بین خودشون میخوابید تو اتاق خواب و من این ور و دخترم اینجوری بود که من دوتا بابا دارم و مثلا دیگه منم بابا صدا میزد بعضی وقتا، خیلی خنده دار بود و باورتون نمیشه حالا تعریف میکنم داینامیک، ولی این بعد از مدت ها این یکی از سالمترین و زیباترین رابط هایی بوده که داشتم، چون همقدر این دوستم و دوست دارم، آدم واقعا باهوش و خفن و جذاب و جالب از همه لحاظ، شوهرش خیلی آدم کول، این دوست صمیمیم شده، یه آدم خیلی باحال و دنیا دیده و تجربیات عجیب غریب و دیوونهی مثل خودم و یه دختر خیلی باحال و با نمکی که اونم اصلا انقدر آدم و انرژی میده به آدم و انقدر خوشحال میکنه هممونو با بازیاش و بازیگوشیاش و شیطنتاش و دیوونه بازیش، اصلا خیلی کیف میده و کم کم ما وارد یه چند هفته وارد یه هارمونی شدیم توی این زندگی و خیلی جالب بود برای من که چقدر میشه توی همچین رابطه آدم انقدر سالم بتونه برخورد بکنه و با احترام و با چی میگم با یه maturity که واقعا خیلی خیلی با آدم چیز میده، چی میگن، یعنی آرامش کلمه نیستم، چی میگن، یه حسی میده که واقعا همه چیز اوکیه و توضیح میدم، یعنی مثلا در مورد بچه داری یه چیزی که من خیلی سریع متوجه شدم، من مثلا اولین بار که مدام دایپر بچه رو عوض کنم داشتم سکته میکردم، عرق داشتم میریختم و هی رفتم صدا میزنم و تو رو خدا بگو با چی کنم، الان من میترسم مثلا دست بزنم به جای این بچه، الان خرابکاری بشه و اشتباهی زخم بشه یا اشتباه ببندم یا فلان بشه، بابا دایپره انقدر شلوغش نکن. بالاخره یعنی تونستم و با خیلی متد خیلی افتضاح آشغال خودم و
این پروسه بچه داری که من انقدر همیشه ازش حرف زدم که چقدر دوست دارم بچه داشته باشم و فلان، ببین کونم پاره شده. یعنی اصلا تصورش رو نمی‌کنم. مثلا منم مثلا اونقدر مسئولیت ندارم نسبت به خود مامان بابای واقعی بچه. من نیرو کمکی هم، فقط در از بازیکن نیمکت هم، هر از گاهی فقط ذخیره میام تو تو زمین و سعی میکنم یه کمک، یه پاس به گل یا یه گلی چیزی بزنم. و تو همون چند ساعتی که تو روز مثلا بچه رو میارم پارک، تو اتاق باش بازی میکنم یا غذاشو میدم یا هر چی، هر کمکی که بتونم بکنم، به این بعدش انقدر تخلیه‌ام که اصلا به همه میگم میرم زیر پتو دو سه ساعت توی گوشه و میگم من تو رو خود هیچ کسی کاری نداشته باشه. ولی در واقعیت آدم نمیتونه وقتی که بچه داره بگه آقا من میرم یه گوشه و تو خود همین برو تو هم برو تو هم پای خود هر کاری کردی کردی. یعنی یه از یه فول تایم جاب خیلی بیشتره بچه داری. و همینجوری که زمان بیشتر میگذشت هم میدم که واقعا چه آدم کاملا سکریفایس و قربانی میکنه تمام. یعنی واقعا میگم آرمانا و تمام کارا و هدفاتو باید قربانی بچه بکنی، اصلا چاره ای نداری. و حس خیلی زیبایی ها این حس قربانی هم بالاخره یه زیبایی هست که داری عشق میدی به یک موجود دیگه که آوری تو این دنیا و داری در میخوای براش بهترین شرایطو فراهم کنی که زندگی سالم هم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ احساسی، از لحاظ عقلی داشته باشه. و میدونی خیلی خوبه که آدم بتونه اون عشقو برسونه به یه موجود دیگه. یعنی من نزدیکترین چیزی که تجربه میکنم وقتی که به سگام عشق میدم، میدونی. ولی خیلی بچه فرق داره واقعا، اصلا قابل مقایسه نیست. من فکر میکنم بچه داریم با مثل سگه چقدر سخته، مثلا میذاری یه گوشه خودش بزرگ میشه و بچه خودش بازی میکنی. نه واسه این خبرو نیست. شبا یه از خواب پا میشه جیغ میزنه گریه میکنه، حالا بیا آرومش کن، بعد صبح دوباره زود پا میشه جیغ و بریم بازی و بعد فلان، و بعد عصر مثلا یهو یه اتفاقی میفته با حواس جمع باشه تب میکنه، ناراحت میشه که وای چی شد و فریک اوت میکنه. الانم که ماشاءالله همه هایپوکاندریک و سری مثلا آقا من دستم که چی گوگل میکنی خودت بدترین نوع سرطانو داری و الان فردا میمیری و همینجوری فریک اوت میکنی. ولی واقعا این رابطه چند همسری و چند پارتنری به نظر من، برای من چیزی که متوجه دارم میشم خیلی کار میکنه. و میدونی به این رابطه مثلا میشه گفت یه جور رابطه پولیامورس، یا چند تا رابطه، چند تا پارتنر سکشوال وقتی داشته باشی میشه رابطه پولیامورس. اگه مثلا رابطه موناگامی میشه تک همسری، پولیگامی چند همسری، پولیاندری میشه مثلا یک زن که با چند مرد ازدواج کرده، پولیگنی میشه که یک مرد که با چند زن ازدواج کرده. و کم کم این رابطه ها به نظر من که آلترناتیو هایی هستن به رابطه های کلاسیک، به من یه ذره بولتر میشه تو دنیا امروز. چون داریم متوجه میشیم که نه، من دوربرم رو نگاه میکنم ببینم که مسن‌ترین آدم هایی دوربرم هستن و یه رابطه دارن، و یعنی رابطه نیمچه موفق، یعنی خیلی سالی که با هم بودن و همچنان هستن، یا مثلا میدونم که یکیشون چیت کرده، یا میدونم که رابطه‌ای که الان دارن یک رابطه خیلی سطحی و میدونی فقط حالات اینی که خلأ چی میگن به رفع اون خلأ تنهاییه، که اونم طبیعیه، به عنوان چیز منفی رو نمیگم. مثلا هممون یعنی مطمئنم تو سن پیری و سن بالاتر دوست داریم که یک کسی بغلمون باشه و زندگی رو راحت‌تر هم میکنه کلن. و فکر میکنم یه سری قواعدی هستش که بعضی رو تعریف میکنم برای خودشون، دیگه پاش وای میسن تا آخرش دیگه. من ولی الان مثلا 40 سالمه و دارم فکر میکنم که چند سال دیگه واقعا میخوام مثلا کاری که دوست دارم بکنم، چون میدونم که بچه دار بشم دیگه کم کم باید بزنم باید بزنم کنار، باید دیگه ماشین رو پارک کنم و شروع کنم یه جا سکونت کردن و این خانواده رو تشکیل دادن و پاش وایسم که
این پای مسئولیت وایسم جوری که بچه‌م بتونه بهترین آینده براش فراهم باشه دیگه. نمیتونم بیل مزه بی شوری باشم که همجوری آخه بچه خودش حالا یه فکری به حال خودش میکنه و اینا. البته از اونورم بگم ما هم احساس میکنم نسل الان ما بیش از حد هم بچه‌مون رو اوور پروتکت و لوس و این چیزا هم که میگن خیلی خوبه که بچه اصلا میدونی تو زمین بازی بره بکنه و گلی بشه و دهنش تو کثافت بکنه و مریض بشه و سیستم ایمنیش قوی بشه، یعنی از یه حدی هم آدم بیشتری سعی کنه زیادی اوور پروتکتیو باشه خودش هم اذیت میشه و حتی بچه ها، یعنی بعدا توی زندگی شاید یه سری کمپلکسیتی های ایجاد بکنه. ولی من الان مثلا دوباره دارم میرم جای دیگه به زودی و اونجا هم قراره یکی دیگر رو ببینم و برای من همه این کنکشن ها، همه این لحظه ها، همه این رابطه ها واقعا زیبان. یعنی تو این داشتم فکر میکنم خیلی باکا تو یه اپی بود مثل تیندر، مثلا پارت تایم داد یا پارت تایم مام، مثلا تو میخوای 3 هفته آقا من دنبال یه پارت تایم مام میگردم و بتونم با مثلا زندگی کنه، یا پارت تایم داد مثلا که هم تو خونه با من باشه زندگی بکنه هم مثلا هوای بچه‌مون داشته باشه. یعنی ایده اپ جالبی میتونه باشه. یه دوستان داشتم میگفت که خب آقا مثلا تو مثلا احساس آنکامفتبل نمی‌کنی که مثلا یه شبکه تو تخت تو باشه، یه شب تو تخت مثلا شوهرش و فلان اینا. گفتم برای چی؟ چرا باید احساس آنکامفتبلی بکنم؟ همه با همدیگه اوکی، همه همدیگه رو دوست داریم، رابطه سالمی هستش، مشکلی هم نیستش بین کسی، حسادتی نیستش. این به نظر من خیلی خیلی داینامیک جالبی بوده، چون خودم چندین بار سعی کردم مثلا تو رابطه‌های پولیامورس باشم و اینا با آگاهی همه. بعضی وقت ما با آگاهی خودمون اون کارو داریم میکنیم، ولی با آگاهی همه وقتی این اتفاق میفته میدونیم خیلی هم سخته. ولی حالتا فکر میکنم توی هنوز یه دوره خیلی جوانیشه این آگاهی به اینجور رابطه ها، ولی میتونن کار کنن، به خصوص برای بعضی آدمایی که شاید دوست نداشته باشن که یه جا پایبند باشن. و من انقدر برام ارزش داره اون لحظه که میگم توی سکوت و تو خلوت و تنهای خودم که کتابم بخونم، گوش بدم، یا موزیکم رو کار کنم، یا همجوری تو فکر خودم نوت وردارم. و خیلی سخته من الان که متوجه میشم این هم وقت همیشه حرف میزنم در مورد که عاشقم که بچه داشته باشم. یعنی دقیقا پارسا تا الان تو این پادکست مثلا من احساس میکنم یه موقعی بود که خیلی به زور میخواستم سریعتر ازدواج کنم و بچه دارشم، الان کاملا فکر کنم دیگه برعکسشه یه جورایی. یعنی اگر اون اتفاق افتاد ای و ولی دیگه میذارم یه حالت ارگانیک و چیزی باشه، اگر شد شد. یعنی اینجوری نخواهد بود که البته این دوستم که میخوام باهاش صحبت کنم بیرونش تو پادکست، اون پیشنهادش ولی چیزه، میگه اتفاقا خیلی مهمه که آدم درست فکر بکنه قبل از اینکه یکی دیگر رو میخواد بیاره تو این دنیا با همه مشکلات و بدبختی و سختی که هست. باید خیلی دو تا چهار تا بکنی و ببینیم فاینانشلی، از اقتصادی، از عاطفی و همه چیز میتونی فراهم کنی که این زندگی خوبی داشته باشه. ببین من خب از اون فکر میکنم که با زمان مثلا قدیم و اینا چیکار میکردم بابا، همینجوری سیکیم خیاری همه ترتیب هم میدادن و همینجوری بچه میزاییدن مثل تی چپوراز. همه ما دیدیم تو فامیلون که هستش که 7-8 تا بچه داره و فلان، اون موقع ها که همینجوری همه با هم دیگه، خب چیزایی که سکس پروینشن بود و اینا مثل کاندوم و اینا زیاد نبود اون موقع ها از این قرص ها، ولی اون موقع خب ما رو میداختن تو کوچه و بچه برو با توپ دلایه بازی کن. و حالا یه سن خب پایین‌تر بذار سخت‌تر بچه باید خب مام بابا باشی که دور برش. انسان خیلی جوگه تنها موجوداییم که واقعا نمیتونیم از همینجور که بدونیم میان بتونیم پای خودمون وایسیم و حتما نیاز داریم که تا یه مدتی از مراقبت بشه تا بتونیم پای خودمون وایسیم. ولی اون بعدش فکر می‌کنم حتی به زمان خیلی قدیم‌تر و نئاندرتال‌ها و قرن‌نشین و اینا مثلا اصلا خیلی دوست داشتم ببینم که چجوری توی این حس بچه‌داری و اینا چجوری پیش میرن. بعد دوستان دیگه قشنگ میگه که با واقعا گفت نمیتونی تو درک کنی حس مادری. بعد واقعا هم راست، من هیچ جوره نمیتونم حس مادری و اینکه یه چیزی موجودی توی من 9 ماه همین جوری در حال پختن باشه و همینجوری داره بزرگ میشه و دارم بهش نوتریئنت میدم و جزوی از منه و
آره من فکر میکنم، نمیدونم، من فکر نمیکنم مردا درست میتونیم حس پدری کنیم، اون حس مادری و اون که یکی بودن با فرزند و ما شاید نتونیم به اون حد درک کنیم، شاید یه حالاتی باشه که طبیعی تر این موضوع برای مادرها پیش بیاد. شدم غلط بگم اینو، اگه دوستان بیولوژیست و اینا هستن دارن گوش میکنن، خیلی دوست دارم بیشتر در مورد اینا توضیح بدن. من این برام خلاصه میگم، شما نظرتون چیه در مورد رابطه، در مورد این که آدم چند همسر داشته باشه یا بیشتر به عنوان رابطه جنسی هم به عنوان یک حالت لذت بخش نگاه کنه فقط، یا حالا برای تولید مثل حالا هر ازگاهی، یا آدم فقط تمرکز کنه رو زندگی شخصی خودش و همجوری کیف کنه و بره این مرمار دنیا یا هر جا به کار خودش دامن بده. چون میگم شاید هم بخاطر سن باشه این قضیه، ولی هر روز که میرم جلوتر میبینم که تنهایی ما بیشتر و بیشتر دارم باهاش حال میکنم. و تو این بحث میدونی که یه چیزی که متوجه شدم خیلی جالبه که واقعا ما مردم بعد وقتا یه نیاز به یه توجه و یه چیزایی یه احساساتی داریم که فکر میکنم که از اون ورم تعریف شده که خب مرد باید اینجوری باشه، فلان باشه، قوی باشه، نمیدونم آسیب پذیر نباشه، گریه نکنه، چی باشه. ولی بعضی وقتا ما هم نیاز داریم فکر میکنم به یه یعنی من فکر میکنم اینو دیدم تو خیلی از مردا که توی جاهایی که تو زندگیشون احساس این نمیدونم یا گمراهیه یا سخته یا بدبختی یا هر چیزی که هستش، یه توجه خیلی کوچیک توی لحظه‌های خیلی خاص، این دو طرفه ثبت به مرد و زن رب نداره، واقعا فکر میکنم هر کسی واقعا نیاز به اون توجه داره که بدونی خیلی تأثیر گذاره. اون اوایل پادکست داشتم در مورد حرف می‌زدم، اون دختره که باباش اون دیک پیکو فرستاده بود و اینا، بدونی توی لحظه‌های خیلی سخت آدم وقتی که یه جا که تنها میفته خیلی سختشه که از اون تنهایی خودشو بیاره بیرون و غرق یه دنیای خیلی دارک و اینا میشه، و اون یه توجهی کوچیک از یه آدم درست واقعا میتونه سرنوشت یکی رو عوض بکنه. همیشه میگم آقا تلفن رو برداریم بگیم به دوستاتون حالتون خوبه، چطورین، فلان، به هم دیگه عشق بدین، چون خیلی تأثیر داره. یعنی توی چون اون طرف نمیدونه که ممکن تو چه لحظه‌ای باشه. الانم مثلا یه اتفاقی که برای من افتاد، چند تا رابطه‌ام خراب شده با چند نفر به خاطر اینکه یه سری آدم های دیگه ای که به خودشون اجازه دادن که فضولی کنن، دخالت کنن توی زندگی شخصیم، تصمیم گرفتن یه سری تماس هایی بگیرن و حرف هایی بزنن که اصلا یعنی مغز من میپوکه واقعا بعضی وقتا این چقدر آدم باید نمیدونم کلمه چی، مغرور یا خودخواه که فکر کنه که دخالت اون توی زندگی کسی دیگه ای مثل این پسرها و دختری هستن، مطمئن همه تا از این دوستایی داشتین که میان در گوشه تیم بد میگن که بابا این مثلا فلانی اینجوری و اونجوری، برای اینکه فقط بتونن تو رو برای خودشون بکنن، همیان از یک کسی دیگه بد و بیرون میگن یا دخالت میکنن و فضولی میکنن. اینجور آدم ها رو واقعا با بیرون رو بندازید دور برای تو زندگی، چون اگر داره با یکی دیگه همچی کاری میکنه مطمئنش با تو هم همچی کاری خواهد کرد. من خودم واقعا تا اونجایی که ممکنه واقعا دوست دارم که شفاف باشم توی همه چیز، توی همه روابطم، توی چه عاشقانه است، چه دوستیه، چه هر چیزی، چون خیلی ناراحت میشم وقتی که این میگم این خیلی دوستای قدیمی رو از دست دادم به خاطر یه سری سوء تفاهم‌های احمقانه، به خاطر یه سری حسادت‌ها، به خاطر یه سری دعواهای مسخره که واقعا اذیتم میکنه، و اینو هنوز حل نکردم توی ذهن خودم که چی میشه که مثلا یه سری دوستام اینقدر ازم متنفر میشن. برام واقعا عجیبه، و چون اون دوستا به خصوص که وقتی باشون یه سری بهترین خاطرهای زندگیمو داشتم
با همه خوبی و بدی هم واقعا و خوب و بدی خودشون nobody's perfect، هممون واقعا کنمون گویه، هممون مشکل خودمونو داریم. برام خیلی عجیبه وقتی که میدونیم اتوان بایی که دوام شده بود چند پیش ها گفتم بابا ببین تو تا نفهمی من همون جوری که من دقیقا یه عمر طول کشید که بفهمم آقا جیسن یه همچین آدمیه، رام تو نمیتونی جیسن رو عوض کنی، چون واقعا خیلی وقت تو زندگیم دارم سعی میکنم تو ذهن خودم فکر میکنم دارم کمکش میکنم اگه مثلا این کارو کنم یا اون کارو، بابا بتونی زندگی خودشو بکنه، این هیز ا گرون اپ ادالت منی داره چه گوی میخوره، حتی تصمیم میگیره با مسئولیت خودشه، به تو ربطی نداره. شاید درست که نیت منم خوب باشه و مثلا دوست دارم یه اتفاق خوبی براش بیفته، ولی اون به خودش ربط داره. میدونی اگر هر وقت هم کمکی از من چیزی هم خواست، من همیشه هم اونجا بودم، همونجوری که اون همیشه هم برای من بوده هر وقت هر کمکی ازش خواستم. نمیدونم ولی چرا به خودمون اینقدر اجازه میدیم که تو زندگی دیگران دخالت کنیم. خیلی از این کار بدم میاد، یعنی اصلا خیلی بدم میاد، هیچ چیز بیشتر از این تو زندگیم رو مخم نمیره کسی بخواد تو زندگیم دخالت بکنه. ای خدا کجای کار بودیم. ولی کلا فکر میکنم توی این دوره کووید و اینا که ماها بیشتر عادت کردیم به این دیوارایی که دور برامونند و این حسی که دیگه با این تنهاییمون و خلوتمون داره بیشتر کنار بیان، میدونی فورسمون کرده، ولی از اونم خب میدونی یه سری عقدای دیگه اون میزنه بیرون توی جاهای دیگه. نمیدونم ولی فکر میکنم این دوستام هم میگن دیگه، میگن آقا بعد از کووید که تمام بشه، درست یکی دو سال کووید بوده ولی با 5 سال همه برن تراپی و اینا که دیزل بتونن دوباره برگردن به یه مود سالم. خیلی که اعتقاد دارن که حالا هیچی بر نخواهد گشت به حالت نرمال و من شاید دارم همش با این حس میجنگم، من چون حاضر نیستم که تم بدم به اینکه فقط یه جا بشینم سر جام و همش میرم این ور اون ور تا زندگیمون بکنم. واقعا دیگه حاضر نیستم که زندگیمو نکنم. من تو این پروسم یه چیزایی رو واقعا قربانی کردم متاسفانه که قلبم میگیره سرش و ولی چاره ای ندارم، باید برم زندگی خودم بکنم. من برای من بدترین زندگی دنیا میدونی چه زندگیه؟ برای من زندگیه که تو فقط داری اون نقشی رو که به تو گفتن رو داری بازی میکنی و اینی که تو میتونم هزار تا مثال بزنم. تو مثلا من دوستایی دارم، فامیلایی دارم که کل زندگیش طرف فقط اینی که از مام باباش تیک کیر کنه، یعنی برای خودش هیچ زندگی نداره، هیچی، صفر. و دیرم نیست که برای زندگی خودش شروع کنه، ولی انقدر ترس و انقدر نمیدونم تعارف و احساسات که نفع اینا چیکار کنه، تو برای زندگی خودتو بکنی. اونا آدم توامندی هم پای خودشون میتونن وایسن، هیچ مشکلی هم نیستش. یکی از که شرطش خیلی سخت داره بیمارستان خوابیده، باید خب بالا سرش باشی و هرچی، حتی در اون شرایط هم جای بحث داره. حالا شاید حالا بگم وای تو چقدر نمیدونم خودخواه یا چیزی رام و مثلا، ولی من اگه مثلا بچه داشتم خودم یه روزی مثلا میگفتم اصلا زندگی تو هیچ وقت تلف این نکن که بیای بخوای به من برسی و نگران من باشی و اینا، برو زندگی تو بکن. مثلا به طرف مام بابا خیلی خودخوان است که این توقع رو داشته باشن بچه‌هاشون که تو آخرین لحظه زندگی با ازشون تیک کیر بکنن. این رابطه بود عوض بشه، این رابطه ای که آقا من تو رو وردم تو این دنیا حالا من بدهکاری و این چیزا، این اصلا این داینامیک بود کاملا عوض بشه. کسی به کسی بدهکار نیست واقعا. خلاصه میگم اگر یه جا خیلی ها چون برای من وایس میذارن و میدونم میگه آقا من نمیتونم این کار رو کنم چون مام بابام ناراحت میشه، من این کار رو نمیتونم بکنم چون دوست پسرم مثلا فلان میگه یا دوست دخترم چیز میشه، تو برای اونا داری زندگی میکنی یا برای خودت داری زندگی میکنی؟ برای خودت زندگی کن. اینا بهونه در نیار که مثلا اینا همش ترسه، اینا واقعا از یه ترس عمیق توی وجودت میاد که نمیتونی بکنی و مام بابا دوست و خالص سرتو بهانه کردی که زندگی خودتو نکنی.
برام بفرستین بچه نظرتون کلن در مورد رابطه و اینکه یه رابطه سالم چیه و چجوری میتونه باشه و خودتون مثلا ایدئالتون اینه که آقا اگه مثلا عاشق یکی میشه و با هم رابطه خیلی خوب و خیلی اکسایتینگ و همه چیتون هم خوبه، واقعا فکر میکنی چقدر لاست کنه؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال؟ یعنی به هم بگو 50 سال دیگه همون بگو من دوستم تو 58 سالگی اینجوری باشیم. یعنی میخوام بدونم که تصورتون توی اون رابطه ایدئال چیه، چون اگه با این دید به نظر آدم بره توی رابطه خیلی سالم تره که آقا اینم تموم میشه بخش مثل بقیه چیزهای دنیا، به جای اینکه نگران باشه که تا لحظه آخر به خاطر یه تخیلی که توی کتابی که توی یه چندین قرن پیش نوشته شده ما سعی کنیم خودمونو قانع کنیم که نه من باید اینجا وایسم توی این خونه دیپرست و ابیوسه و فلان و چی، حالا همیشه اینجوری نیست شما بعد پیشر وقتا هم آدم خانواده سالم و خوشحال و هپی و همه چیز اوکی هم. ولی من چه میدونم، اصلا به من گوش نکنید. خلاصه این مهمترین درسی که میتونم امروز به شما بگم اینه که به هیچ کدام از حرفای من گوش نکنید. من واقعا نمیدونم دارم چی میگم. موضوع خودتون باشیم بچه ها، با هم در تماسیم. چاکس. بی حوصله می نخشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی 3 دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خواب آلود دل میزنم به دریا، بی خواب و خواب باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی